کتاب اثبات نبوت ابوطالب طالب علیه السلام به زیور تب آراسته شد همواره در طول تاریخ اختلافاتی بسیار درباره شخصیت پدر بزرگوار امیر حضرت ابوطالب طالب علیه السلام وجود داشته و دشمنان اهل بیت علیه السلام وقتی نتوانستن بر وجود نازنین امیر المؤمنین ایرادی بگیرند تمام کینه و حسادت خود را متوجه پدر بزرگوار ایشان نمودند و انواع و اقسام تهمت ناروا را به آن بزرگ مرد تاریخ وارد کردند. حجت الاسلام شیخ قاسم رجبیان از وکلای مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدزلو در کتاب اثبات نبوت حضرت ابو طالب علیه السلام برای اولین بار در تاریخ پرده از این واقعیت مهم و بزرگ برداشته است. کتاب اثبات نبوت حضرت ابو طالب علیه السلام نوشته حجت الاسلام شیخ قاسم رجبیان برای اولین بار در تاریخ قبار مظلومیت را از چهره ابل ائمه حضرت ابو طالب علیه السلام زدوده و با دلایل محکم ثابت کرده که ایشان یکی از انبیاء الهی بودند این کتاب گرانسنگ در هشت فصل تعلیف شده که معلف در قالب این فصول به صورت جامع و کامل به تمام زوایای شخصیت حضرت ابو علیه السلام پرداخته و مدعای خود را بر اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام و شواهد تاریخی و ادله عقلی کاملا به اثبات رسانده است از مطالبی مهم که در فصول اول این تعلیف گنجانده شده تقسیم بندی جدید و دقیقی است که برای انبیاء الهی علیه السلام بیان شده که سابقا هیچ یک از متکلمین اسلامی با این دید به آن نپرداختند در فصل سوم این کتاب به زندگی نامه آن حضرت از بد تولد تا وفات شهادت گونه ایشان پرداخته شده است و کلیه اتفاقات دوران زندگی ایشان به همراه حمایت بسیاری که از پیامبر انجام دادهاند به رشته تحریر درآمده است در فصل چهارم معلف ضمن ذکر کلیه اتهاماتی که اشرار و بد به حضرت ابوطالب بستند با دلایل محکم و غیر قابل خدشه تک تک آنها را ابطال کرده و ساحت مقدس آن حضرت را از این اتهامات مبرا ساخته است از آنجا که اهل تسنن اعتباری خاص برای صحابه رسول خدا قائل هستند مؤلف فصل پنجم را به شرح مفهوم صحابی و تعریف آن و میزان اعتبارش در بین فریقین اختصاص داده و ثابت می کند که در هر صورت ایشان از صحابی بزرگ رسول خدا بودند در فصل ششم کلیه سخنان و نظرات و آراء اهل بیت علیهم السلام صحابه پیامبر اکرم بزرگان شعرا و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان در خصوص حضرت ابوطالب علیه السلام جمع‌آوری شده است در فصل هفتم با توجه به اینکه یکی از مقامات و مراتبی که حضرت ابو طالب علیه السلام داشتند مقام وسایت بوده به صورت خاص به این مقوله پرداخته شده و کلیه مطالبی که از نظر کلامی مرتبط با اوسیا الهی است بیان شده و به وضوح معلوم شده که وسی کیست و دارای چه مقام و خصوصیاتی است فصل هشتم و آخرین فصل کتاب درباره اثبات مقام نبوت حضرت ابوطالب علیه السلام است که معلف با تلاش و تحقیق و تفحص بسیار در ادله شرعی و عقلی با پنج دلیل و در 120 صفحه ثابت کرده که ایشان یکی از انبیاء الهی بودند ادله مطرح شده در این فصل به گونه است که خواننده با مطالعه آنها اطمینان پیدا می کند که حضرت ابوطالب از پیامبران الهی است که همواره در طول تاریخ مورد ظلم و اجهاف قرار گرفته است. این کتاب در مدت چهار سال و شش ماه با تلاش پیگیر و تحقیقات بسیار معلف به رشته تحریر درآمده و در آن از دویست و و دو عنوان کتاب در علوم مختلف اسلامی اعم از فقه، کلام، رجال، حدیث، تفسیر و تاریخ استفاده شده که اسامی این کتب در فهرست منابع و معاخذ آن ذکر شده است معلف این اثر را به آخرین نبی الهی قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله یعنی حضرت عبو طالب علیه السلام هدیه کرده است